من یک چند کلمه واسه بیژن بگم. بیژن احمدی و سوده قاسمی هر دو عضو هیئت مدیره کنگره ایران هستن. بیژن یکی از اون کسانی هستش که باعث شد که کنگره به همت اون و 40 نفر دیگه کنگره از اون دوره سیاسی خارج بشه و وارد دوره جدید بشه که هنوز نمیتونیم اسم بذاریم براش. این دوره آیا واقعا فراجناهیه؟ این دوره چه؟ چون در حالت دبرانه. بعد یک پیشون همین چند هفته پیش یه مقاله نوشتن در سلام تورنتو، یا میشه گفت بعد از 7 ماه سکوت رو شکوندن، یه مسائل رو مطرح کردن و ایشون دلیل انتخاب این تیتر، یکی از دلایلش همین مقاله ایشون بود. ایشون اعتقاد دارد توی مقاله میگه که رایزنی سیاسی این کامیونیت ما نیازمنده و بعد از اون باعث شد که آقای ارسلان کنمای پور رئیس کنگره و تعدادی از اعضا و اخیرا هم دیدیم که آقای شهرام تاب محمدی با یه مقاله 6123 کلمه‌ای سکوت رو دیگه اینو نمیشه گفت سکوت، میتونیم دیگه انفجار رو وجود اومد که همه اینا علائم خیلی خوبیه و حضور بیژن و سوده در اینجا یه امیدیه که کنگره همیشه از گفت شنود صحبت میکنه ولی ما تا به حال نه این جلسه، یعنی یک جلسه بیشتر اجرا کرد، ولی امیدواریم که همین کارهایی که ما داریم میکنیم تموم بشه به اون گفت شنود هایی که خود کنگره راه میندازه. مرسی آقا مهدی، ممنونم که از معرفی که کردین. من مرسی دوست دارم بگم اتفاقی که افتاد 900 نفر اومدن تون انتخابات آخر کنگره شرکت کردن که شما بهش اشاره کردین، واقعا مدیون زحمت همه اون چهل داوطلب بود و سالهای مختلف که نظراتی که مطرح شده بود راجع به کنگره و فکر میکنم یه تغییری در خود کامیونیتیمون که داره به این رشد میکنه و به اون سمتی میره که یه سازمانی مثل کنگره ایرانیان کانادا احتیاج سوده، افراد خیلی دیگه، ارسلان، شهرام تاب محمدی و بسیاری افراد دیگه، کاووس، خود شما کسایی بودین که تو اون کمپین کمک کردین و فکر کنم تونستیم یه سری اصلاحات رو توی کنگره انجام بدیم. من هم میخوام بیشتر برگردم به سوالی که برای این گفتشون انتخاب شده که خیلی منو خوشحال کرد، خصوص بعد اون مقاله‌ای که نوشته بودن که فکر میکنم به رایزنی سیاسی، به تاثیرگذاری توی کانادا احتیاج داریم که برای اینکه بتونیم مشکلاتمون رو، مشکلات منافع کامیونیتیمون رو بهش برسیم و حل بکنیم. خیلی خوشحالم در این تایتل و تصمیم گرفتم که شرکت بکنم، به خصوص در حال حاضر که سازمان‌های دیگه یا حتی خود کنگره همچین موقعیت‌هایی رو برای گفتگو بین اعضای کامیونیتی خیلی من ندیدم، یا حداقل من ممکن آگاه نباشم که همچین جلساتی رو داشته باشم. من فکر کنم یکی از خوبی‌های این جلسه اینه که همه ما به عنوان اعضای کامیونیتی دور هم دیگه می‌شینیم، حتی همین 15 نفر 20 نفر اعضای کامیونیتی هستن که دور هم می‌شینن. خیلی وقتا ما فقط میشینیم بین همدیگه اکتیویست ها یا کسایی که حالا خودشون رو اینفلوئنسر ها اسم میذارن، دور هم جمع میشن صحبت میکنن، کسایی که فکر میکنن که روشن فکران و لیدرهای جامعه هستن. این یه مقدار ما رو دیسکانکت میکنه، یه مقدار فاصله میندازه با اون بدنه جامعه و اعضای کامیونیتی. فکر کنم این جلسات خیلی این در واقع گپ رو، این فاصله رو میتونه کمتر بکنه. ما نشینیم پشت سر کامپیوترمون مقاله بنویسیم 10-20 صفحه کامنت بذاریم بدون اینکه با مردم صحبت کرده باشیم. یکی از خوبیایی که سال قبل اون حرکتی که ما برای کنگره شروع کردیم داشت این بود که میرفتیم بین اعضا، همینجا هم چند بار شرکت کردیم، میرفتیم تو بازار نوروزی، میرفتیم تو برنامه‌های مختلف و به مردم کنگره رو معرفی می‌کردیم و میگفتیم که بیاین عضو بشین، براشون توضیح می‌دادیم از نظر ما چرا کنگره مهمه و صدای اونا رو می‌شنیدیم، اونا به ما بگن که مشکل جامعه چیه، چه چیزایی رو کنگره میتونه رفع بکنه. و فکر سعیم رو کردم شخصا که در طول این 7-8 ماهی هم که در هیئت مدیره بودم اون حرفایی رو بزنم و صحبتایی رو بکنم که واقعا تو طول اون کمپین تو جای مختلف از مردمی که عضو کردم شنیده بودم. من فایده رو دوست دارم بگم، جلسه‌های قبلم که شرکت کردم همیشه این رو مطرح کردم، من راجع به کنگره صحبت می‌کنم، راجع به نظرات شخصی خودم صحبت می‌کنم، همه اینا نظرات شخصی من به عنوان یک عضو هیئت مدیره و به هیچ وجه نظر رسمی هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا یا نظر کلی و رسمی اون دوستان نیستش. سوال اگه بخوایم بخونیم آیا جامعه ایرانی به عنوان اقلیت میتونه تأثیری توی کانادا بذاره، به نظر من پاسخ خیلی یک کلمه ایش از نظر من بله هست.
ما باید بتونیم، نه تنها به نظر من میتونیم تأثیر بذاریم، بلکه باید تأثیر بذاریم تا بخوایم مشکلات کامیونیتیمون رو حل بکنیم و منافع کوتاه مدت و بلند مدت جامعه ایرانی کانادایی رو جلو ببریم. و این کار رو باید بکنیم به خاطر اینکه ما یک اقلیت مهاجر هستیم در این مملکت. مملکت به دایورسیتی اعتقاد داره، به مالتیکالترالیسم اعتقاد داره و این موزاییکی که از جوامع کوچیک‌تر مختلف شکل گرفته رو همین تأثیرگذاری، همین بیان منافع خودمون، بیان مشکلات خودمون هست که میتونه حفاظت بکنه. این تشکیل در واقع موزاییکی که از فرهنگ‌ها و جوامع کوچیک‌تر مختلف تشکیل شده. و اتفاقا با بیان مشکلات خودمون به عنوان یک اقلیت مهاجر به نظر من ما میتونیم نه تنها مشکلات و منافع خودمون رو حفظ بکنیم، مشکلاتی که ممکنه خیلی‌هاش اختصاص به جامعه خودمون داشته باشه، بلکه میتونیم مشکلات جامعه‌ای مهاجر کانادا رو به طور کلی بیشتر به حل شدن اونها کمک بکنیم. مشکلات ما مگر چه مشکلاتی؟ به عنوان مثال قوانین مهاجرتی، یه سری سختگیری‌هایی که روی کامیونیتی ایرانی انجام میشه، این مشکلات رو کامیونیتی چینی هم ممکنه داشته باشه، کامیونیتی افغانی‌های کانادایی هم ممکنه باهاش درگیر باشن، پناهندگان ایرانی و پناهندگان سوری و خیلی از پناهندگان دیگه مشکلاتشون ممکنه یکی باشه. بنابراین ما با بیان کردن این مشکلات، با سعی کردن برای رفع این مشکلات، مسائل کاریابی، این خودش بازی مشکل دیگه که فقط در ایرانی ها نیست، برای جوامع مختلف صدق میکنه. ما با کار کردن و تأثیر گذاشتن و اتفاقا همکاری کردن با بقیه کامیونیتی ها هست که میتونیم این مسائل رو حل بکنیم. یک دیگر دلیلی که حالا من فکر کنم اتفاقا ما قدرتش رو هم کامیونیتیمون داره که تأثیر بذاره، اینه که برای اینکه شما بخواید تأثیر بذارید، به نظر من سه مؤلفه رو باید، سه مشخصه رو باید اون جامعتون داشته باشه. یکی باید جمعیت داشته باشه که به نظر من کامیونیتی ما داره. ما نزدیک 300 هزار نفر ایرانی کانادایی داریم یا ایرانیایی که در کانادا زندگی میکنن رو داریم و اتفاقا رو به رشد هم هست این جمعیت. بعضی از کامیونیتی ها هستن که از نظر سنی، بعضی ها از نظر جمعیتی داره کاهش پیدا میکنه، این دموگرافیکشون اگه نگاه بکنید داره کاهش پیدا میکنه یا داره سنشون زیاد میشه، اما کامیونیتی ما رو به رشد بود. تو 7-8 سال گذشته شما رو وبسایت وزارتخونه مربوط مهاجرت نگاه بکنید، ببینید که نزدیک به 100 هزار نفر با پرمننت رزیدنسی استاتس فقط مهاجرت به عنوان مهاجر دائم وارد کانادا شدن از ایران. و این جمعیت هم حالا اعدادش رو من دیگه اینجا دسترس ندارم، بعضی از آمارهایی که داریم یه مقدار خیلی دقیق نیستش. الان 5 دقیقه میتونیم دوستان مشکلی ندارم من بیشتر نه جمعیتی که هست اگر از در واقع بخوایم مشاهدات خودمون رو صحبت بکنیم، جمعیت نسبتاً جوونیه، جمعیتی که متخصصینش میان برای کار کردن اینجا، برای این جمعیت خوب و فعالی در مقایسه باز میتونیم با کامیونیتی دیگه بکنیم، میتونه تاثیرگذار باشه. از نظر مالی به هر حال شرایط مختلفی وجود داره، اما ما کامیونیتیمون از نظر مالی هم شرایط بعدی رو به نظر من دوباره مشاهدات، چون من آمار دقیقی رو ندیدم، اگر کسی دیگه از آماری خبر داره خیلی خوبه که بتونیم راجعش آگاهی پیدا بکنیم، اما فکر میکنم از نظر مالی هم حتی ما میتونیم اون مقدار پولی رو که برای حرکات رواق مشارکت نیاز داریم بتونیم بکاپ مالیش رو هم بکاپ سرمایش رو هم تأمین بکنیم از کامیونیتی خودمون، برای ساختن سازمانمون، برای معرفی افرادی که توی کامیونیتی ما میتونن تأثیر بذارن. و آخرش همون دانشی که احتیاج داره، کاله این دانشی که ما واقعا فردی اگه تو جامعهمون نگاه بکنیم میبینیم که سطح سواد خیلی عالی، رتبه و مرتبه علمی خیلی خوبی جامعه ما داره، اما اگر از نظر کامیونیتی به صورت کلی نگاه بکنیم، ما آگاهیمون نسبت به سیستم دموکراتیکی که در کانادا حاکم هست ممکن هنوز به اندازه کافی نیست، به خاطر اینکه به هر حال از کشوری میایم که سیستم دولتیش، سیستم جامعهمون با کانادا متفاوته. بنابراین یه مقدار آگاهیمون نسبت به این مسئله باید افزایش بدیم، بدونیم که اینجا سیستم چجوری کار میکنه، پارلمان چجوری کار میکنه، جورستیکشن یا حوزه اختیاری پارلمان استانی با پارلمان فدرال چه فرقی میکنه. اینها رو باید بدونیم که بخوایم تاثیر بذاریم، چجوری میتونیم تاثیر بذاریم روی یک سیاست کلی که این کشور داره. خیلی‌ها همیشه میگن نمیشه، ما نمیتونیم روی سیاست‌های کلی کانادا تاثیر بذاریم. این اشتباهه.
ما میتونیم تاثیر بذاریم اگر که درست رفتار بکنیم، اگر که تخصصی برخورد بکنیم و اگر که سیستم رو بشناسیم. و میتونم بقیه صحبتمو بذارم قسمت دوم بکنم که راجع به اینکه حالا چطور میتونیم، چون سوال مهمتر از اینکه میتونیم یا نمیتونیم، از اینکه چطور میتونیم این تاثیر رو بذاریم میذارم برای قسمت دوم. مرسی. ببخشید که طولانی شد. انشاءالله تو قسمت دوم، چون که اینطور که من برداشت کردم ویژن همه جامعه رو همه آمادگی‌هاش رو میدونه و تنها مشکلی رو که من از دهنش شنیدم این که ما از نظر آگاهی ساختار سیاسی کانادا مثل اینکه مثلا الان اگر نمیتونیم تاثیرگذار باشیم، این یکی از دلایل مهمه که انشاءالله تو قسمت دوم نشون دلایل دیگه هم که چرا کامیونیتیمون تا امروز اونطور نتونسته اون تاثیر بذاره بشه. سوده واسه بیرم که هره بشه از این نایده ایسه بودیم.